سلام به دوستان خوب و به توصیه بعضی از دوستان سلام به همه کسانی که برنامه رو میبینن حتی اگر دوست من نیستن گرات من همشون رو دوست دارم شنبه 25 اردیبهشت 1400 15 ماه می 2021 در روزهای اخیر دو حرکت از جناح اصلاح طلبان مشاهده شده که از نظر من هر دوش در ضدیت با مردمه یعنی هر حرکتی که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی مشروعیت بده از نظر من حرکت ضد مردمه آگاهانه یا ناآگاهانه یکی حضور آقای مصطفی تاجزاده در وزارت کشور و سبتنام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری و یکی پیامی که از قول آقای مهدی کروبی توسط محمد علی ابتهی اعلام شده من واقعا نمیفهمم حالا چرا در ماهای اخیر افراد نچندان خوشنامی مثل کرباسچی، اسماعیل دوستی و ابتهی پیام آور آقای کروبی شدن. در آقای کروبی در وضعیتی هست که شاید به صورت مستقیم هم خودش میتونه پیام بده و اینکه این افراد پیام بشن خیلی باعث سربلندی و افتخار و باعث جلب اعتماد و کسب اعتماد نخواهد شد. من ابتدا به صحبت‌های آقای تایزاده اشاره کنم. قبلش ناچارم این نکته رو بگم ببینید زمان قدیم حالا 60 70 سال 80 سال صد سال پیش که برق نبوده تلویزیون نبوده بسیار از وسایل بس سرگرمی نبوده شب‌های طولانی زمستان خیلی از مردم عادت داشتن زیر کرسی می‌نشستن برای برای اینکه وقتشون تلف کنن به گفتن و شنیدن و خوندن شعر وقتشون رو صرف می‌کردن خب هم هم که تسلط کافی به دیوان‌های معتبر اشعار فارسی نداشتن بعضی از کوچه بازاری شعرهای دم دستی شعرهای کم ارزش می به هر حال برای سرگرمی بوده در این حدش قابل احترامه به اون شعرها میگفتن کرسی شعر چیزایی که زیر کرسی میشه و می خوندن و خیلی هم شعرهای محکمی چه به لحاظ وزن چه به لحاظ مفهوم نبوده ولی خب مردم رو سرگرم می کردن بخشی از وقتشون رو تلف بکنن یا صرف بکنن یا حداقل به کار غیر مفید نپردازن این حداقل کار کم ضرر یا بی بوده من بخشی از صحبت‌های آقای تاجزاده داره که در بیانیه بعد از انتخاب بعد از حضور شرفزت کشور منتشر شد رو دیدم واقعا تنها چیزی که بزن هم وقت همون شعرهای زیر کرسی زمستانی و کرسی شعرها بود اینکه هیچ قدرتی بالاتر از قدرت بی نیست این کاملا شعر شعر خیلی بی و بی مفهوم و مسخره نه خیلی بی قدرتان قدرت ندارن آقای تاجزاده قدرت رو به زودی خواهیم دید هممون قدرت ناشی از خشم مقدس مردمی که همه ماها بازیشون داریم من شما اصلاح طلب اصولگرا اعتدالی آیت الله تیمسار همه بازیشون داریم این خشم مقدس مردم به زودی نشون خواهد دارید که قدرت یعنی چی هیچ بی قدرتی قدرت نداره آیت الله مردم رو سرگرم نکنید مردم رو فریب ندید با این کرسی شعرها سر مردم رو گرم نکنید و مردم رو بیخود امیدوار نکنید که حالا بشین تو خونه معجزه میشه بی قدرت های حقوق مثلا از یه جای قدرت قلیان میکنه و فوران میکنه و خامنه رو سرنگون میکنه نه تا زمانی که بی قدرتی باشه یک حکومت فاسده حتی متزلزل مثل خامنه هم با توجه به قرار بخشی از قدرت در اختیار داره بر مردم حکومت خواهد کرد و خواهیم دید که این بی قدرتی یک آتش زیر خاکستره بی تبدیل به قدرت نخواهد شد خشم مقدس مردم تبدیل به قدرت خواهد شد و خواهیم دید که تومار همه ما رو خواهد پیچید من و شما آقای تایزاده آقای کروبی آقای خاتمی و رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای و دیگران و هر کسی که در این سالها تلاش کرده به هر نحوی به تداوم جمهوری اسلامی با هر بهانه کمک کنه چه بهانه مثل اینکه جلوگیری از خشونت و چه بهانه مثل تبعیت از ولایت و اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر اینکه آقای تایزری میگه که ما در دام خشونت نخواهیم افتاد و نمیدونم ما انقدر این روش های اصلاح طلبانه رو ادامه میدیم تا حاکمیت هم تن بده آی تایزاده از سال 76 که شما در کنار محمد خاتمی و اتفاقا یکی از خط دهنده ها به محمد خاتمی بودید تا امروز 24 سال گذشته شما بگید در یک عرصه وضع بدتر نشده من اصلا بهتر شدن رو نمیخوام رفتار و حکومت با مردم اموری که به مردم تحمیل میشه دخالت هایی که در زندگی مردم میشه امروز بیشتر یا سال 76 امروز بیشتر یا سال 92 که شما مردم رو فریب دارید وردید پای صندوق‌های را به روحانی رای بدن امروز وضع اقتصادی کشور چه به لحاظ فرمول های اقتصادی موفقیت های اقتصادی چه به لحاظ فساد اقتصادی روز افزان. امروز وضع بدتر یا 8 سال پیش یا 16 سال پیش یا 24 سال پیش در چه زمینه شما میتونید بگید که یک, یک زمینه خاص وجود داره که وضع مردم بدتر نشده اصلا اصلاح تدریجی کنید اینکه که مردم فریب بدیم که ما انقدر تداوم خواهیم داد روش های اصلاح طلبانه رو که حکومت هم به ما بده حکومت روز به روز داره شما رو به عقب میرونه و شما با ذلت باز سعی میکنید در قالب همین حکومت حضور داشته باشید این که شما میرید در وزارت کشور بعد از اینکه شورای نگهبان به ادعای خودتون یک کار کاملا خلاف قانون و بیسابقه کرده و قانون گزاری کرده در زیل همون مصوبه به شورای نگهبان شما برید ممکن بگید که رد میکنن بعد از طرفتاران آقای تایزر گفتن که ایشون ثبت نام میکنه که از فرصت انتخاباتی استفاده کنه کدام فرصت انتخاباتی اگر همین بیانیه است و فضای مجازی که آقای تاجر قبل هم داشته قطعا کار ایشون به مناظرهای انتخاباتی که نخواهد رسید سخنرانی انتخاباتی که اجازه نخواهند ایشون برگزار کنه و اصلا امکان پذیر نیست با توجه به شرایط کرونایی جز اینکه چهار تا بیانیه در فضای مجازی بدید خب قبلا هم میتونستید بدید کاندیدا هم نباشی میتونید بدید جز اینکه با این کارتون بخواید یا نخواید کرد به نظرم میخواید مشروعیت بدید به این روال انتخاباتی و باز هم مردم رو سرگرم کنید که ببینیم چی میشه به جایی که مردم ارادهشون رو قویتر تر کنن برای خلاص شدن از شر این حکومت بدنام فاسد و ضد مردم هم شما چهار سال دیگه میخواید بازیشون بدید چیزایی که آقای تایزاده گفته اتفاقا به نظر تبرئه علی خامنه ایه. ببینید چه چیزاییشون میگه ایشون میگه که با نگاه طالبانی و داعشی بدین مخالفم خب باش چه کار میتونی بکنی تو فرض کن اصلا رئیس جمهور هم شدی با تبعیض علیه زنان مخالفم با خصولتیها ها مخالفم این یعنی شرکت هایی که مثلا تحت عنوان از دولتی به خصوصی تبدیل میشه شما با خصولتیها ها مخالفی نظرتون در مورد دارودسته دسته کرباسی و لفتوریساشون بگید در مورد اسماعیل دوستی و لفتولیس بگید در مورد بسیاری از اصلاح طلبانی که در لفتولیس ببینید قطعا بدون تردید سهم اصولگرایان و اطرافیان خامنه ای در فساد اقتصادی در راندخاری هزاران برابر بیشتر از اصلاح طلبانه اما نمیدونم اصلاح طلبان هم اگر به اندازه اونها قدرت داشتن میخوردن یا نمیخورن بعضیشون آدمای سالمی هستن ولی اینکه بگیم ما مخالفم اصلا با لفتوریسا چقدر شما مخالفی حداقل در مورد اطرافیان و دوستان رو خودتون بگید مواردی که آقای تایزاده گفته در مورد سیاست خارجی صحبت کرده در مورد صدا و صحبت کرده در مورد سیاست های دینی و مذهبی کشور صحبت کرده در مورد سیاست های فرنگی صحبت کرده در مورد آزادی شما صحبت کرده به نوعی صحبت کرده که گویی اگر ایشون رئیس جمهور بشه آره اینا رو حل میکنه خب این معنیش چیه معنیش اینه که پس اگر تا اتفاق اتفاقی افتاد رئیس جمهور با قصد. رئیس جمهور یا بی عرضه بوده یا خائن بوده پس رهبر بی گناه. این بزرگترین خیانتی که همسر تایزاده میکنه با این حرفاشون کسی تردید نداره تاجزاده که اگر رئیس جمهور هم بشه یک دون از نمیتونه حل کنه مگه نیروی انتظامی دست تاجزاده است مگه محاکم دست تاجزاده است مگه ائمه جمعه ای که تشویق میکنن مردم رو به لات بازی و چماقداری مگر اونهایی که امثال قالیباف که لات هاشون میفرسن سفارت عربستان رو اشغال کنه که بر سیاست خارجی اصلا میذارن در اختیار رئیس جمهور هستن شما که میدونید کنید با این کارتون تنها, تنها قدمی که برمیدارید اولا مردم رو متوقف میکنید یا از مردم رو که حالا پس ببینیم چه میشه شاید تایزاده زاده اومد خاکی به سر خاکستر کرد و ثانیا گناه رو از دوش خامنه ای برمی‌دارید یعنی میگید که اگر تا اتفاق بدی افتاده یا اتفاق خوبی افتاده همش مربوط به رئیس جمهور رئیس جمهور میتونه با نگاه داعشی و طالبانی بدین مخالفت کنه رئیس جمهور میتونه تبعیض در صدا و سیما رو از بین ببره رئیس جمهور میتونه تبعیض علیه زنان به کار ببره آقای تایزاده. خاتمی که هم از تو قدرتمندتر بود و هم در اون موقع خامنه به اندازه الان در همه ارده خارج نمیکرد جرأت نکرد یک زن رو در کابینش بگذاره شما چه میخوای بکنید که تا خاتمی نکرد خاتمی که بوت شما هست چرا به مردم دروغ میگید چرا مردم رو سرگرم میکنید چرا فرصت برای حکومت درست میکنید که باز هم از محلک ها نجات پیدا کنه برای خودش فرصت بخره و سرکوب رو بیشتر کنه امروز دانشجویان ما مظلومترن از امثال مرادی و علی و یونسی و دیگران یا 24 سال پیش 24 سال پیش چند تا دانش شما تو زندان داشتیم آقای تایی زاده قبل از روی کار آمدن خاتمی قبل از اومدن خاتمی ما چقدر در یمن بیشتر دخالت, میکرد دخالت میکردیم در سوریه دخالت کجا دخالت میکردیم امروز بعد از 24 سال که شما ادعای اصلاحات تدریج داشتید و هنوز هم وعده به مردم میدید در همه عرصه ها ما ده ها برابر صد برابر در فساد بیشتر قوطه بر شدیم در لجنزار بیشتر اقتصادی فرو رفتیم در بحران بیشتر اقتصادی فرو رفتیم در بحران اجتماعی و فرهنگی فرو رفتیم صداقت دوستی برادری احترام به بزرگتر امروز بعد بهتر یا 24 سال پیش دروغگویی امروز سکه رایج کشوری یا 24 سال پیش بیشتر بود خاتمی میومد گله می کرد که دروغ داره سکه رایج میشه امروز دروغ سکه رایج هست چرا مردم فریب میدید ببینید خود شما آقای تایزاده چند ماه پیش اومده گفتی که باید ریاست جمهوری در رهبری ادغام بشه و اون هم دوره‌ای بشه امروز چه اتفاق افتاده که شما می‌خواید رئیس جمهور بشی ف... چرا اون رو ادامه ندید که اصرار می‌کردید به جایی که شما کاندیدا بشید اصرار می‌کردید اتفاقا خامنه‌ای رو هول بدید که مسئولیت رو بپذیره چرا دوباره می‌خواید مسئولیت رو از روشش و دوباره رو مظلوم کنه یه مش ابله یا بگید بیان میگن آقا تقصیر نداره انتخاب مردم بوده شماها باعث شدید بذارید رئیس رئیس جمهورش که خامنه‌ای مسئولیت رو بپذیره البته من معتقدم که هنوز قانع نشدم که رئیسی قرار رئیس جمهورش من هنوز فکر میکنم که ای ترجیحش برای اینکه کسی مثل لاریجانی رئیس جمهورش اما لاریجانی یا هر کس بذارید کسی که مطلوب ای بشه چرا اجازه میدید به خامنه‌ای که از مسئولیت فرار کنه شما مسئول این کار هستید شما به ای ببینید اصولگراها اگر حرفی بزنن اتفاقی نمی‌افته ولی وقتی شما در انتخابات حضور پیدا کنید. اولا مشروعیت به انتخابات میدید برای اینکه شما به عنوان مدعیان بودید چه اتفاقی افتاد از سال 88 که تقلب شد و شما به خاطرش زندان رفتی که الان فکر می‌کنی انتخابات میتونه آزاد بشه به فرض که شما تایید صلاحیت بشین آیا واقعا رحمانی فضلی رو پاکتر و صادقتر از صادق محصولی میدونید وزیر کشور احمد نژاد اینا همشون از یک مکتب بلند شدن آیا شورای نگهبان امروز تند رو تر یا 8 سال پیش یا 12 سال پیش که سال 88 برگزار شد چهرهای مثل احمد خاتمی که امروز در شورای نگهبان اصلا اون روز اصلا نبودن چهرهای معتدل اونجا بودن حداقل مؤمن بود که اگرچه بسیار مرتجع بود و بعض از مواضعش خیلی خجالت آور بود اما به اندازه احمد خاتمی آدمخوار نبود امروز با این شورای نگهبان چه اتفاقی افتاده که تازه میاد رسما قانون گذاری میکنه میبینید که وقتی شما میره بیانیه میدی اون آدم دلغک مسخره عباسری شما رو تمسخر میکنه حالا آره تمسخر شما به جهنم شما خودت خواستی ولی در واقع بازی کردن با اما در مورد آقای من هم شما میگم آقای کروبی من تعجب میکنم که یک هایشون در مورد سال 84 نقل اگر نقل قول درست باشه من هنوز مطمئن نیستم اما اگر نقل قول هایی که ابتهی کرده که اگر این معمولیت از طرف کربازچی نباشه چون کرباسی واقعا یک آدم خائن حتی به آقای کروبیه و معمولیت حکومتی داره برای اینکه انتخابات رو مشروعیت بشه بده. اما اگر نقل قولی که آقای ابتهی کرده درست باشه اینکه آقای کروبی از وقایع سال 84 هزار اصال... تکرار وقایع سال 84 نگران کرده برید وقتی که پازل های مختلف این خبری که ابتهی داره کنار هم میگذاریم یک مفهوم خاص داره میگه آقای کروبی با آقای پزشکیان و آقای جهانگیری و آقای عارف تماس تلفنی گرفته و از تکرار حوادث سال 84 هزار تأسف کرده این یعنی چی یعنی ایشون از تعدد کاندیداها هزار نگرانی کرده مثل سال 84 این اول یک فرضیه بسیار غلط و بیخبری از اوضاع جامعه است که شما فکر که حالا اگر اصلاح طلبان روی کاندیدا اجماع بکنن مردم سر و دست میشکنن بیان برای بر دادن نخیر اصلاح طلب برای اگه بدنام از اصولگرا نباشه خوشنام تر هم نیست تازه اونم که خوشبین باشن میگن ارزه ندارن یا بهشون نمیذارن کار کنن چیزی فرق نمی کن. این اول یک تلقی غلطه که فکر کنید که اگر مثلا به جای سه تا کاندیدا اصلاح طلبان یک کاندیدا داشته باشن یک معجزه اتفاق میفته ثانیا این چیزی که نقل شده مثل اینکه نقل قول آقای کریم معنیش اینه که اون چه در سال 84 اتفاق افتاد مسئله اصلی تعدد کاندیداهای اصلاح طلب بود نه آقای کریم شما که بهتر آقای از همه میدونید آقای خامنه ای از ماه ها قبلش تصمیم گرفته بود شما و دیگران رو داد آقای کریم یادتون میاد سال مهر ماه 83 از لواسون داشتیم برمیگشتیم من تو ماشین به شما گفتم آقای خامنه ای کار میکنه شما و آقای رفسنجانی بیاید و از بین شما دو نفر نفر میاره بالا شما خندیدی و گفتید که رفسنجانی که نمیاد و کسی دیگه هم نمیاد حالا شما به منم گفتید چرا بدبینی به این سید خب از همون موقع خامنه ای تصمیم گرفته بود شماها رو بازی بده و همتون رو فریب بده و احمد نژاد از قبل در جیبش بود از جیبش کشید بیرون شما یه به من گفتید که من رفتم پیش خامنه ای و خامنه ای گفته که تمام کسانی که ثبت نام کردن برای انتخابات اومدن پیش من جز احمد نژاد بعد شما تفسیرتون و در واقع برداشتتون بود که منظور خامنه اینه که احمد نژاد انقدر خودش رو کوچیک که روش نشه بیاد ملاقات این حرفم آقای خامنه برای فریب دادن من شما گفته بود شما فکر کنید که احمد نژاد مطرح نیست خامنه برای اینکه بازی حق بازانه رو ادامه بده مجتبا رو فرستاد تو ستاد قالیباف نشست تمام توجهات به قالیباف جلب شد همه فوشا به طرف قالیباف رفت از اون ور دست احمد نژاد رو باز گذاشتن که بیاد به ابرقدرت قدرت اون موقع مثل هاشم رفسنجانی هر چیزی بهش بگه و مردم تصور کنن که همه شماها کاندیدای حکومت هستید احمد نژاد یه آدم یلاقوایی که اومده با حکومت بجنگه این بازی رو طراحی کرد بله تعدد کاندیداهای اصلاح طرف بخشی از بازی بود اما این با اون بازی هم بازی شماها با بازی اصلاح نبود بخشی جو خاتمی اجرا کرد بخشی موسوی داری اجرا کرد بخشی دیگران اجرا کردن ولی فرض کنیم که اصلا تعداد کاندیدا نبود شما فکر کنید که اگر مثلا شما فقط از جبهه اصلاحات کاندیدا بودید رفسنجانی که کنار نمی‌رفت اونا هم به جای اگر قرار بود که کارشون انجام بدن مطمئن باشید همه کاندیدا رو می‌ذارن کنار و احمد نژاد می‌بردن همه‌شون روش متحد می‌شدن مجموع رأی اونها هم از رأی شما کمتر درسته رأی شما و لاریجانی احمدی نژاد دیگه هم تقسیم شد خب بخش از اصولگرا که طرف رفسنجانی بودن به هر حال اینطور نبود که این حرفی که آکر برن داره میزنه مثل اینکه فاجعه اصلی انتخابات سال تعدد کاندیداهای اصلاح طلب بود نخره آقای کروبی بازی بود که خامنه ای طراحی کرده بود و از قبل نقششون رو برای احمد نژاد که رئیس جمهور بشه به هر طریق ممکن همونطوری که من خودم از وزارت کشور به شما تلفن زدم و گزارش دادم که با آرا ساعت 6 صبح اون خواب اصحاب کف که گفتید من شما با از با تلفن از خواب کردم من اومدم بیرون وزارت به شما تلفن زدم بیرون وزارت کشور گفتم روزنامه کیهان اول صبح نوشته احمدی نژاد و رفسنجانی به دور دوم راه پیدا کردم خب میدونی طراح علی اصغر احمدی معاون ظاهرا اصلاح طلب وزارت کشور تو بازی اونها بود موسوی لاری تو بازی اونها بود خاتمی تو بازی اونها بود خود شما به من گفتید خامنه ای گفته که شما من که حرفی ندارم آقای خاتمی و آقای موسوی لاری میگن سالم ترین انتخابات برگزار شده پس اینو چرا شما یه حرفی میزنید که مثل که مثلا فقط تعدد کاندیداهای اصلاح طلب در سال 84 باعث شد یه تحفه مثل احمد و سر کار و الان هم اگر مثلا به جای یک کاندیدا به جای سه تا یکی بیاد مثلا حل میشه جهانگیری و عارف و پزشکیان و مهرعلی که رفته ثبت نام که دوباره فقط مردم محسن رضایی مسخره میکنن اینا که عادت دارن میبرن ثبت نام میکنن اینا همشون با هم بیان تک تک بیان بیان به نفع هم برن کنان. چیزی تغییر ایجاد نخواهد کرد کسانی که تا به حال به اصلاح طلبان به عنوان بسیار از کسانی که تا حالا به اصلاح طلبان به عنوان گروهی که با حکومت فاصله داره رأی میدارن این بار اصلا رأی نخواهند داد به خوبی میدونید و این من نگرانم که شما هم دغدغه خامنه‌ای داشته که خامنه‌ای نگران از عدم حضور مردم چرا وارد بازی حکومت میشید چرا به نوعی حرف میزنید که مثل اینکه مشکل مشکل تعدد کاندیداست نمیگیرید که اصلا یک بازی کاملا ماهرانه ماهرانه البته نه ماهرانه به معنی مثبت یک بازی رزیلانه ای که خامنه‌ای طراحی کرده بود همه شما را بازی داد در این بازی کاندیداهای های متعدد اصلاح طلبان بودند. سپاه نقش عمده ایفا کرد خودتون میدونید سپاه چند میلیون سیدی توضیع کرد حرفای احمد نژاد رو در پایگاه های مختلف به احمد نژاد اجازه دارن هر چی میخواد بگه به قول خودتون 27 سال قبل از, از اول انقلاب تا سال 84 رو زیر سوال برد و کسی همی چی بهش نگفت علتش این بود که بازی تنراهی شده بود اگر هم تعداد کاندیدا نبود نه به یک نحو دیگه کارشون رو میکردن تازه گیرم آقای شما رئیس رئیس جمهور شدید. چی عوض میشد مگر ثابت نشد بتون که روحانی که از همه شماها به خامنه نزدیکتر بود آیا تونست کاری بکنه آیا خاتمی که محبوبیت بسیار بالایی داشت در داخل و خارج تونست کاری انجام بده چرا جوری حرف میزنید که انگار اگر به جای احمد نجاد کروبی رئیس جمهور میشد اگر به جای روحانی مثلا خاتمی رئیس جمهور چیزی فرق میکرد چه چیزی عوض میشد ببینید من مشکلم اینجاست که بعضی از افراد طوری صحبت میکنن که نتیجه اصلیش دو تا است یک تبرئه خامنه ای از مسئولیت ها یعنی اینکه رئیس جمهور اگر به جای فلان کس فلان کس بود باز فرق کرد میدونید آقای کروی رئیس جمهور خیلی خیلی براش خوشبین باشیم ده درصد اختیار کشور رو داره و حالا که کمتر یعنی اگر دوره خاتمی چهار تا پنج تا وزیر رو باید برای رهبر همان کردن الان رسما خودش میگن ده تا وزیر باید همان بشه سایر وزرا هم که جذبشون میکنن شما ببینید سعید نمکی کردن وزیر بهداشت روحانی یا وزیر بهداشت خامنه ای محمد شریعت مداری وزیر آقای خ.. خ.. روحانی یا وزیر دربار خامنه ای و دیگران بسیار از وزرا به صحبت هایی که وزرا مختلف میکنن وزیر علوم دولت روحانی الان به باند خامنه ای نزدیکتر یا همون باند ظاهری روحانی یعنی تو نیست که شما فرض کنید حالا به فرض که اگر کسی هم خود شما با کاربر رئیس جمهور شید بلافاصله میرن جذب اونجا میشن شما که میدونید با چه جانورانی دارید کار میکنید شما فکر میکنید اگر رئیس شید کرباس چی شما واقعا منویات شما رو اجرا میکنه یا منویات خامنه ای رو البته کرباسچی کاسبه هم شما رو بازی میده و هم از خامنه ای سواری میگیره ولی به هر حال در ظاهر عضو باند شما نخواهد موند کما که در انتخابات سر شدهش به احتمال قریب به یقین به شما رأی نداده آقای کرباسی شما فکر کنید الیاس حضرتی آدم شماست آقای کروبی من نمیگم آدم شما باشه ولی اصلا پیرو شماست حتی همراه شماست همدوش شماست یا شما فعلا دکونی هستید برای برای کاسبیش ببینید من فکر می کنم اگر کسی میخواد خدمتی به مردم بکنه هر کس مختار نظرش آزاده اما من به عنوان یک مخاطب به عنوان کسی که سالها با خود شما کار کردم و روحیات شما رو میدونم و میش دونم که شما جزئیات حکومت رو میشناسید خیلی تعجب میکنم که اجازه میدید افرادی مثل کرواسی مثل ارتهی بیان اونطوری که دلشون میخواد پیام شما رو منتقل کنم شما اگر قر... باید جواب بدید چه چیزی نسبت به سال 88 عوض شده که شما که معتقد بودید و درستم معتقد بودید در سال 88 تقلب گسترده شده چه چیزی عوض شده که مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنید ابتهی و کرباسچی هر دو از شما نقل قول کردن که شما مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردید چه چیزی عوض شده که شما احساس امنیت میکنید احساس امانتداری میکنید جز اینکه حکومت بسیار بدنامتر از دوازده سال پیشه بسیار فاسدتر از دوازده سال پیشه بسیار جانیتر از دوازده سال پیشه بسیار تماعتر از دوازده سال پیش هستن عوامل حکومت خوردن هاشون چند ده برابر چند صد برابر شده جنایتشون و ظلمشون به مردم چند،, چند برابر شده دست ائمه جمعه بی سواد رو بیشتر از گذشته باز گذاشتن شورای نگهبانشون اگه سال 88 آدم ها بودن که شما میشناختید میتونستید بهشون تلفن بزنید من بارها شاید بودم شما برای مثلا بررسی صلاحیت از طرف زنگ میزدید با،, حتی با شیخ محمد یزدی با مؤمن با حتی با خود جنتی صحبت میکردید امروز اختیار دست یک جانور آدمخواری مثل محمد احمد خاتمیه این شورای نگهبان یا یک آدم خارق غیر معممی مثل کت خدایی چه چیزی شما دیدید که مردم رو فریب میدید من سر رسمه میگم فریب میدید وقتی مردم رو شرکت در انتخابات دعوت میکنید یعنی مردم رو فریب میدید میگید شرایط عوض شده و شرکت در انتخابات میتونه موثر باشه هیچ کدوم از شماها به اندازه روحانی با خامنه ارتباط نداشتید و انصافا حکومت رو به اندازه روحانی نمیشناختید روحانی چه کار تونست بکنه که شما بخواید بکنید از یک طرف اون طرف مرز این طرف مرز شما آقای کروبی روی رفتار تاجدارا در وزارت کشور یادتونه آقای افتایی از قول شما نقل قول کرد که شما از کاندیداتوری تاجزاده خوشحال شدید شما تاجزاده را امانتدار میدونین میدونید آقای کروبی یادآوری بکنم بهتون در مورد انتخابات سال 78 در مورد خود شما چه کرد آقای تاجزاده من اینجا میگم آقای کروبی که میدونه ولی مردم بدونن ما بررسی که میکنیم لیست انتخاباتی رو دیدیم در 100 حوزه در 100 صندوق تهران رأی آقای کروبی صفره صفر من و بسیار از دوستان معتقد بودیم که کسی مثل آقای نه آقای کروی. حتی محمد رضا باهنر افرادی که مشهور هستن از هر جناح امکان نداره در هیچ صندوق رایشون صفر باشه ممکنه کم باشه اما صفر نیست تعجب ما بیشتر از اونجا شد که رفتیم مثلا یک مسجد دقیقا در لواسا ما صندوق زنونهش آقای کروبی 200 را رای داشت صندوق مردونش صفر <تصفح> خب برای ما خیلی تعجب بود وقتی رفتیم صورت جلسات گرفتیم دیدیم که در صورت صندوق آقای کروبی رای داره ولی وقتی در سند... در سامانه وزارت کشور ثبت شده شده صفر سامانه وزارت کشوری که آقای تاجزاده برش مسلط بود فراموش نکنید آقای تاجزاده درسته که وضعیت در واقع مسئول اونجا آقای در اون موقع مبلغ بود آقای تاجزاده منفصل شده بود ولی همه میدونستن که مبلغ آلت دست تاجزاده است در سامانه وزارت کشور که عوامل آقای تاجزاده اداره میکردن رای کروبی در 100 صندوق صفر کردن چرا صفر کردن برای اینکه اینها بر با بچهای مشارکت بین نشسته بودن کروبی رش زیر 1 میلیون باشه این چیزی بود که موقع بحث شد دیگه خدا کروبی یارش میاد آقای کروبی نامارش به موسوی داری و اینو اعلام کرد آقای موسوی داری حاضر به بازبینی نشد که نهایتا من خودم کروبی تشویق کردم گفتم برای تو دهنی زدم اینها به شورای نگهبان شکایت کنید و شورای نگهبان رسید کرد اتفاقا برای اینکه شورای نگهبان بین اختلاف بنزه که موسوی داری به خود من گفت کارتون نامردی بود گفتم نامردی کار شماست اصلا نه بحث دفاع از کروبی من میخوام یه کارو شما که اظهار خوشحالی میکنید از کاندیداتور تایزره یادتون بیاد که تاجزاده و تایزاده ها با سایر نهله های اصلاح طلب نه اصولگرا با سایر بخش های اصلاح طلب کار میکردن آقای کروبی خود شما زنگ زدید به آقای مسجد جامعی در مورد روزنامه آفتابی هست که من سردبیرش بودم برای شما توضیح دارم که در توزیع آگهی ها و سایر مواردی که امتیازاتی که به روزنامه میدن چقدر وزارت ارشاد آقای خاتمی نسبت به آفتابی تبعیض قائل میشه و تبعیض منفی امکاناتی که به روزنامه روزنامه نوآوری اگر اشتباه نکنم آقای جلالی پور 5 شماره منتشر شده بود بیشتر از 5 سال من آگهی گرفته بود یعنی اصلا وزارت ارشاد به روزنامه افتاد آگهی برای اینکه ما تو باند مشارکتی ها نبودیم همین باند بودن حالا دوباره احیای اینا چی به چه مفهومه اصولگرای که تکلیفش مشخصه جانی دزد رانتخار تکلیفش مشخصه متحجر داعشی جاعشی طالبانیه شما چرا مردم رو فریب میدید بگذارید حکومت دست خودشون بیفته بگذارید خامنه ای یک روز جوابگو باشه این کار شما آقای کروبی خ... به فرض که بتونید یک اصلاح طلب بی اراده بی ارزه هم به حکومت برسونید یا نه یادم با ارزه به حکومت برسونید مگر چقدر از اختیارات دو... حکومت دست دولته فرض کنیم به همه اختیارات دولت هم تمکین کنن خود شما آقای کروبی به من گفتید که خامنه به شما گفته که من هنوز از ده درصد اختیاراتم استفاده نکردم و شما گفتید اتفاقا درست میگفتی با این قانون اساسی درست میگه شما هم تایید میکردید خامنه که تو همه کار دخالت میکنه هنوز معتقد اختیارات بیشتری داره فرض کنیم که رئیس جمهور اون کسی که بیاد که شما باشه که شما میخواید چه چیزی عوض میشه چرا کمک میکنید به ادامه فریب مردم چرا کمک میکنید به ادامه یک حکومتی که هم با دین مردم بازی کرده هم با دنیای مردم هم با امید مردم بازی کرده هم با شادی مردم هم با امروز مردم بازی میکنه با فردای مردم چرا کمک میکنید آقای کرو اسم این کار اگر خیانت نیست اسم شما به من میگید چیه این چه کمکی به امروز و آینده کشور میکنه آیا شما واقعا حرف افتایی رو قبول دارید که شما از اومدن ها اظهار خوشحال کردید و اگر آره چرا تاجدار چه کار میتونه بکنه که دیگران نمیتونن بکنن به نظرم یک مقدار بعد دور در رو دلس، دلس، رو دلس کنار همونطور که در مورد احمدی احمد جا صحبت و من باز هم صحبت خواهم کرد هم صحبت کنیم ما سوالم رو حرفم با یه سوال از آقای تایزر به پایین میبرم آقای تایزر اگر شما تایید صلاحیت بشید و احمدی نژاد رد صلاحیت بشه آیا شما میمونید یا میرید کنار این نشونه ای که نشون میده شما واقعا روز اولی که میخواید رئیس جمهور بشید در ورودتون به این عرصه بر اساس قانون یا فقط سهم خودتون رو میخواید و برعکس احمدی نژاد احمدی نژاد که اینقدر دم از قانون میزنه میگه مردم آزاد باشن اگر خودش تایید بشه و تاجر رد سرایت بشه احمد نژاد میمونه یا میره کنار این سوالی که این دو نفر باید جواب بدن و البته جوابش رو بسیار از مردم میدونن که <تصفح> که در دوره‌های گذشتم بسیار از افراد در رد صلاحیت شدن به محضی که خود اصلاح طلبان تایید شدن سکوت کردن در برابر رد صلاحیت ها در بین اصلاح طلبان تنها کسی که به خاطر اخراج ناجوان مردانی علیرضا رجایی از لیست منتخبان مجلس ششم تنها کسی که مردانه فریاد کشید اتفاقا شخص خودی کروبی بود مشارکتی که من فراموش کردن یک شخصیت ارزشمندی مثل عریض رجایی رو برداشتن برایش رو دزدیدن به حد عادل دادن این وضعیت یعنی مردم میدونن که شما گروه اصلاح طلبان اگه خودشون تایید بشن دیگه کاری به بقیه ندارن اما من سوال رو مشخصا از احمدی نژاد و سایز می میکنم که اگر زاده تایید صلاحیت شد و احمدی نژاد رد شد می میماند یا میرود و برعکس اگر احمدی نژاد تایید شد و تایزاره رد شد احمدی نژاد میماند یا میرود موفق باشید